سلام میکنم با همگی، امیدوارم که خوب و سلامت باشیم. مسعود اسلامی هستم، بازم با یک فیلم جدید اومدم، به فیلم بار فیلم از دنیای پر مخاطب، فیلم هالیوودی با نام میشن امپاسیبل، میشن امپاسیبل 7. این قسمت میشن امپاسیبل 7 دلیلی که انتخاب کردم این بوده که به خاطر اینکه امسال این اومده همزمان با فیلم باربی و اوپنهایمر با همدیگه رفت برای نمایش. و متاسفانه به دلیل اینکه اوپنهایمر و باربی خیلی تبلیغات کرده بودن که این فیلم هایی داشته، این فیلم این زیر تبلیغات اونا تقریبا گم شد، در حالی که یک از فیلم های خیلی خوب و همیشه گیشه رو میبره، همیشه باکس آفیسش میره بالا، ولی امسال متاسفانه در این ورژن باکس آفیسش خیلی نرفته بالا. فیلمی که تقریبا 290 میلیون هزینه کرده باکس آفیس تا الان شده 560 میلیون، این خیلی نیست، این خیلی به نظر من برای این فیلم خیلی کم، این باید بالای 1 میلیارد بره، در حالی که فیلمش خیلی پر هزینه است. 290 میلیون دلار خیلی پوله به خاطر این فیلم ساخته شده. و من فکر میکنم از اون فیلمایی که باید دید. من یادم این فیلمم از اولین باری که در سینما دیدم، خب از سال 1996 که فیلم درست شده، موشن امپاسیبل تا از یکش تا الان که هفتم درست، حتی هشتم درست شده، من این رو نگاه میکردم تا همین امسالی که در موشن امپاسیبل 2023 پخش شد که هفت سیزن یک و سیزن دو هم داره، خوشبختانه سال بعد ما، یعنی در واقع چند ماه بعد ما سیزن دوش هم میبینیم. Our lives are the sum of our choices. دلیلی که من این فیلم انتخاب کردم این بوده که در زمان کرونا، قبل از کرونا این فیلم شروع شده به فیلم ساختنش، تولیدش. ببین چند سال بعد، تقریبا 3-4 سال پیش این فیلم شروع شده به تولید، فیلمنامه کی نوشته شده. حالا ما تقریبا 4-5 سال پیش ما فیلمنامه این نوشته شده، ما هیچ چیزی از دنیای AI نمیدونستیم، هوش مصنوعی هیچ چیزی نمیدونستیم. این آدم در اون زمان راجع به این AI میدونسته و راجع به فیلم ساخته. الان دنیای AI تقریبا همه چیز داره میگیره، همه جا هوش مصنوعی اومده. این فیلم، قصه این فیلم راجع به هوش مصنوعی است. It's been a long time, fam. You've no idea the power I represent. It knows your story. یک چیزی متفاوتی که فیلم میشن امپاسیبل داره که کاراکتر اصلی فیلم همیشه ثابت بوده، از سال 1996 تا همین امسال همیشه تام کروز بازیگر اصلی فیلم بوده و به اضافه اینکه تهیه کنندش هم هست، یکی از تهیه کنندانش در واقع هست، همیشه بازیگر اصلی بوده و گفته که میخوام تا 20 سال دیگه هم این فیلم رو ببرم، پیش ببرم، با خودش هم بازی کنن. الان 61 سالش هست که داره بازی میکنه و قرار است 81 سالگی بازی کنم. خودش گفتم من تا 81 سالگی بازی میکنم و امیدوارم که بتونم انجام بدم، امیدوارم که ببینیم همچنان تا 81 سالگی بازی آدم ببینید. ببینید الان 61 سالشه و ما چه این فیلم شما ببینید چقدر لذت میبره از ببینید، همه قسمتاش دوست داشتنیه و خوبی این کار اینه که، و جالبیش در واقع اینه که این آدم همه صحنه های حرفه‌ای و اکشنش خودش بدل کارشه. چی ده میشن امپاسیبل فالن داونش که میاد مثلا از بحث طیاره ای که بود اونجا خودش بدل کارش بود، چی ده این سکانس، یک سکانس پرش با موتور داره، این سکانس هم خودش بدل کارشه. ببین تمام کارها این خودش بدل کاری، خود جذابتر میکنه. ببین شما چقدر بدن این آدم آماده است، یعنی در سن 61 سالگی هنوز هم میتونه کار بدل کاری انجام بده، هنوز هم میتونه خیلی خوب اکشن بازی کنه. از فیلم های اکشن دوست داشتنی من هست و پیشنهاد میکنم بریم ببینید. از سال 2015 کارگردانش کریستوفر مکوری شده و این آدم بسیار آدم توانمندیه، کارهای خیلی خوبی کارگردانی کرده، البته خیلی نویسنده خیلی قهاری است. خب به این کار کارگردانی تقریبا سال 2015 همه کارها را میشن امپاسیبل همین آدم کارگردانی کرده. خب تهیه کننده ازش راضی است حتما. خب تهیه کننده یکیش همین تام کروز است که با هم دیگه خیلی خوب پیش میرن. He's gonna cost you. The world is changing. دیگه مثل قبلا شخصیت مثبت شخصیت منفی نیست، این بار شخصیت مثبت داریم همون تام کروز، ولی شخصیت منفیمون دیگه یک انسان نیست، هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی کنترل میکنه خیلی آدم‌ها رو، قرار دنیا رو بگیره. به این خاطر این مأموریت غیر ممکنش همیه که بره اون همون هوش مصنوعی رو نابود کنه و کنترلش خودشون بگیرن که نتونن دنیا رو کنترل کنه. فیلم‌های میشن امپاسیبل سطح توقع بیننده رو نسبت به فیلم‌های اکشن خیلی میبره بالا، یعنی
یک اکشن هایی مثل که آدم نفسش حبس میشه در سینه، چطور میتونم یک همچین اتفاق ممکنه بیفته، این آدم چقدر توانمنده، چقدر باعث میشه که فیلم و وقتی ببینیم لحظه 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 استراحت بتو نده. خب توی دنیای سینما وقتی که چند سکانس پر هیجان نشون میده یک استراحتی معمولا میدن، توی بعضی سکانس ها میدن که مقدار بیننده استراحت کنه، مقدار نفس بکشه و دوباره به سکانس های هیجانی. این فیلم هم همون سکانس ها رو داره، نه که نداره، ولی انقدر سکانس های هیجانیش بالاست که وقتی میبینی احساس میکنی که آدرنالین خون رفته بالا، خیلی پر هیجان، پر انرژی است فیلم. من دوست دارم که فیلم ببینید، اگر امکان داشته باشه در سینما ببینید که خیلی عالی، اگر نه هم که در تلویزیون هم میتونید ببینید. ولی اگر در تلویزیون نگاه میکنید، اگر فیلم بین هستین که معمولا خب فیلم شما فیلم بین هستین که دارین حداقل برنامه رو نگاه میکنید، کسانی که فیلم میبینن تلاش کنن با یک اسکرین خیلی بزرگ با سیستم صدای دالبی ببینن، حداقل 4 تا اسپیکری که میدونید حتی از بازار که برید بخرید خیلی قیمتی نیست، اسپیکر دالبی بخرید که حداقل فضای فیلم لذت ببرن از سکانسایی که میبینید. فکر میکنم که فیلم با اسکرین بزرگ با صدای خوب خیلی لذتش بیشتر میشن. به هر حال مزد پرگبی نمیکنم، فیلم ببینید، لذت ببرید از فیلم پرهزینه و دوست داشتنی میشن امپاسیبل، در واقع همون ماموریت غیر ممکن. موفق باشین، سلامت باشین.